و بهش احترام میگذارید، ازش دلخور نمیشید، ازش متنفر نمیشید. من شاهزاده رضا پهلوی رو مثل قلب تو سینم دوستش دارم، ولی به اهورامزدای ایران ایشون در اون موقعیت و جایگاهی که باید باشه نیست. باز برای اینکه ناراحت دوستان نشن میبندیم. تمام گندگویی ها، تمام سیاه بازی ها، تمام حقه بازی ها، تمام بیشرفی ها، تمام قابریزی های سیاسی که عده‌ای به نام نخبه و روشنفکر 31 ساله ما رو با خودشون سرگرم کردن، این رسانه های پتیاره خود فروخته، اینها به پشیزی نمیارزند. اگر میارزیدند چوب حراج به ناموس من و تو در کشورم نمیزدند. اگر میارزیدند زیر عبای خمینی نمیرفتند. اگر میارزیدند فریاد مرگ بر شاه نمیزدند. اگر میارزیدند کاری در این 30 سال برای این مردم میکرد. اما اینجا نبودیم و هر کس اومد کاری بکنه، هر کس اومد قدمی برداره، هر کس اومد حرکتی رو انجام بده، همه دست هاشون رو بردن دور گردنش خفش کنن، کشیدن کنار، تلفونا رو برداشتن، آقا حالا این 500 دلار بگی برو تو اون تلویزیون بهش بوش بده، آقا حالا این کار رو الان اینج... ای خاک بر سر ما ملت. رضا شاهی دیگر میخواهد، ایران امروز من، مردی که شجاع باشد، غیرتمند باشد، نترس باشد و از جان گذشته باشد. اگر او را میشناسید در هر کجای این جهان هستی با تمام وجود حمایتش کنید، چون تنها عنصر، تنها المنت، تنها شخصیتی است که باید مثل جانتون ازش محافظت کنید تا او شما را به سر مقصد منزل برسونه. هر کی که هست درود به شرفش، هر کجا که هست. مرادم رنجاندن کسی نبود، هیچ وقت نمیخوام کسی رو برنجونم، چون خودم انقدر رنجیده خاطر هستم. فقط درد و دلم رو با تو برادرم، خواهرم، مادرم، پدرم، بچه هام، خواهران و برادرانم مدروس میکنم. عمتن عزیزم، قربون شکل ماهت برم، حقیقت رو نمیشه فدای محبوب این و آن شدن کرد. حقیقت رو نمیشه فدای محبوب این و آن شدن کرد. حقیقت اینی که بیشترین سخنان و کارهای به اصطلاح نخبگان ما در داخل و خارج اثر ناآگاهی و اثر قرضورزی، خودفروختگی، نادانی عقده های حقارت، حسدورزی و خشت بر آب زدن است. اینها ما رو به این حال روز انداختن. هرگز این ریشوها و این چاخچوربندان زندانی در جمهوری اسلامی روزخونها رو، این سروش مروش و این عبدالعلی بازرگان و این بی پدر و مادرها و اینایی که حکومت اسلامی به عنوان دانشجو و استاد و اینا رو بیرون فرستاده، یک ثانیه من اینها رو جزو خردمندان و آزادی خواهان ایران به شمار نیاوردم و نخواهم آورد. خدا هم بگه باید به اینها، با اینها نشست و برخاست کرد و اینها، اون خدا دروغگوه، اون خدا ظالمه، اون خدا هم دشمنه. ولا اینکه اونها در زندان برادر، زندان برادران خودشون بپوسن. من امیر انتظام رو هرگز قهرمان نمیتونم، برای اینکه در بدبختی ملت و کشور من سهم بزرگی داشت. از زاویه دید من اون سرکار خانومی که در کشوری در دست خامنه ای و الله کرم و احمدی نژاد و جنتی و چاق و کشا به خیال خودش میره و جایزه اسکار، جایزه صلح نوبل میگیره و بعد به هر چیزی میپردازه جز آن کاری که باید بکنه،
در جامعه ای که سنگسار و شلاق و قطع عضو و تجاوز به مردان بزرگسال در زندانها از فمینیسم بشینن سخن بگن و خودشون رو تلاشگر حقوق بشر بخونن، پاک از مرحله ماها پرت هستیم که چی داره دور و برمون میگذره. تلاشی که این حرومزاده ها در خارج از کشور با نام رعایت حقوق بشر برای رعایت حقوق بشر از سوی چاقوکشان و دزدان و دلالان محبت و متجاوزان که رژیم اسلامی به خارج فرستاده و همه ارکانه های نظامی و انتظامی حکومت را در دست دارن، همین پاسدارایی که به نام سردار تو این تلویزیون ها میشینن، همین هایی که حکومت اسلامی بیرون فرستادتشون تو این تلویزیون تو اون تلویزیون میشینن، وایس آف امریکا و بی بی سی رو گرفتن دیگه. در پایان دلم میخواد برای روشن ساختن ذهن پاره‌ای خوشخیال همیشه در اشتباه این مطلب رو هم خدمتون عرض کنم که کسانی به ویژه در خارج که به دگرگونی های احتمالی در درون دل بستند و خیال میکنند مثلا موسوی و کروبی یا جناح به اصطلاح معروف به اصلاح طلبان پس از اصلاح و به قدرت رسیدن برای اونها فرش قرمز میندازن و یا اونها رو در قدرت سهیم میکنن، به اهورا مزدای ایران استیوپید هستین، احمقی اگر یه همچین فکرهایی رو بکنین. ولی مگر اینکه از پشت با همه در هر جهت دیگه، من سیاست که میگن پدر و مادر نداره، منم که سیاست مدار نیستم، اگر بودم که مثل اونایی دیگه قابلیت سیاسی میشدم. چون بزرگترین چیزی که غرب و به اصطلاح پوزیسیون رژیم که نقش اپوزیسیون همین موسوی ها و این دارو دسته و سبزبازی ها و اینا دارن می کنند، در بهترین حالت و نهایت اگر تغییری هم انجام بشه، یعنی مثلا ولی فقیه و رئیس جمهور برند و چند اصلاح سوری و روبنایی نه پایه دموکراسی بر پایه دموکراسی سکولار و برگزار کردن انتخابات آزاد که بعد از 31 سال حالا تازه یه عده آرزوش رو دارن، به شکل کشورهای دموکراتیک این هزار هزار مار خورده های افعی شده نظیر همین موسوی و کروبی اینها دیگه به اژدهاهای آدم خوار تبدیل شدند. گول اینا رو نخورید. یعنی کسانی که برای حفظ موقعیت و رانت‌های حکومتی خودشون حتی سر برادران تنی خودشون رو هم گوشتا گوش می‌برند، چه برسه به این که بخوان دیگرانی رو هم از بیرون با خودشون شریک کنند. عاقل باشید، به فکر ملت باشید. در 5 می اون 5 ساعت برنامه سعید سکویی رو برید توی سایت یوتیوب آریا مهر 2000 بار ببینید. اون حرف 30 ساله ملت ایرانه. از یاد نبرید که افراد در حکومت اسلامی چه جناح خامنه ای و احمدی نژاد و حسین شریعت مداری و جنتی و چه دیگر پایوران رژیم مافیایی اوباش رژیم اسلامی همگی جنایتکارن، خونخوارن، همگی دستشون در خون ملت ایران آلوده است و این اراذل و اوباش، این پایبران اوباش رژیم، همگی ما گریختگان از ترس زندان و مرگ رو اعم از چپ و راست و میانه یک قلم قده های سرطانی و ما رو طاغوتیان ضد انقلاب، جاسوس CIA و موساد و اینتلیجنس سرویس و MI6 و شرابخواره و کافر و مفسد فی الارض می‌خواند. نه 30 سال پیش، نه 20 سال پیش، نه 10 سال پیش، نه 5 سال پیش، نه دیروز، امروز و فردا و تا روزی که هستند، در حالی که تمام این نسبت‌هایی که به ما می‌دهند
هزاران هزار برابر برازنده تک تک این تنلشهای بی پدر و مادر کثافت مفخوری است که کشور من را اشغال کردند. اینها دشمنان ما هستند، اینها قاتلان پدران و فرزندان ما هستند.